سلام تماشا بینون گرامی خلاصه خبرهای مهم 27 میلیون توجکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان با پیشکش میکنیم شروع میکنیم از یک نگاه کوتا به سرخط خبر مهم روز در این برنامه پیشنیاد وزارت کورای داخله به آدم را بایان اسمت را آزاد کرده خود را به مقامات سپارد آغاز مراسی میچ در مکه با اشتراک دیونی میلیون زویر از 160 کشور مدار اطلاع ابو بکر شیروف در چلیابینسکی روسیه بازداشت یک زن برای مردم فریبی به مبلغ بیش از 8 میلیون سومونی دو صدمه مرگوور در نوروبود و قبودیان و اکنون تفصیلات خبرها وزارت کارای داخلی تاجکستان شام 26 میون سال 2023 با نشر یک مراجعت نوما به نفران که به جنات آدم ربایی نزبت شهروند اسمت الله افشورت عبدالغفارویچ موون رئیس آریان بانک دست دادند پیشنهاد کردند که اگر اختیارا شخص گرفگان را آزاد نموده به مقامات یو زخو خوضر شده به گناه خود اقرار شوند مطابق مقررات قانونگزاری جمهوری تاجکستان به اونها میاری سبک دهنده تطبیق کرده می شود این در حال است که بنا به دریافته دریافتی با گذشت چهار روز از ربوده شدن شورت اسمت مقامات تا کنون او و آنهای رو که این بانکدار شناخته رو ربودند پیدا نکردند وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داد که شوم 23 میون سال دازر و 23 تقریبا ساعت 20 دقیقه در کوچه زکریای روزی نوعی اسمولی سومونی شهر دوشنبه شهرون اسمت شورت عبدالغفورویچ معاون رئیس اوریون بانک аз ҷониби гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ иборат аз чор нафар бо истифода аз қувваи ҷисмонӣ дастгир карда шуда ба дохили воситаи нақлиёти табғаи хундаа саната рақами қайди давлатиаш 01:97 м01 қаблан 129 xa 01 рангаш сиёҳ маҷбуран савор карданд ва аҷҷои ҳодиса бо хасайри хиёбони рӯдакӣ маҳаллаи хоҷанбиҳои боло ҳаракат намуда аз назди бозори кӯшониён ба ҳудуди маҳаллаи лӯчоб گذشته غیب زدند در رابطه بین اودسا با اتهام اودم ربایی پرونده جنایی کشودند و جستجوی اسمت و اودم ربایان ادامه دارد وزارت کارای داخلی تاجکستان روز 26 ایون اکسای ماشین را که با استفاده از آن معاون یکم رئیس اوریون بانک شورت اسمت الله را بودند نش کرد و اعلام کرد که برای یافتن این بانکدار معروف 3000 دلار جایزه تعیین کرده شده است در اینکه این که کیا میتوانند او را ربوده باشند فرضیه ها مختلفند در گذشتنی شورت اسمت از جانب افراد مختلف چندین دفعه مورد حمله و تکوب قرار گرفته بود یک دفعه بعد دلت خورده بود که او را برای تبابت به مسکو بردند رئیسات کفتکو و جنوی وزارت کارای داخلی تاجکستان روز 27 ایون سال 2023 از بازداشت زن خبر داد که به قلابی و مردم فریبی به مبلغ قریب 82 میلیون سومونی و نزدیک 800 هزار دلار عیب دور می شود به توجه شهروندان رسانیده می شود که در رفت عمل سوزی چوربینیو اپراتیوی جستجویی شهروند ربی و زولفیه عبدالعامونوونا سال تولد 1968 زاده نوی یوون ویلات خطلون ساکن شهر دوشنبه که در اساس مود 247 قسم چور قلابی به مقدار مخصوصا کلون کودکس جناتی جمهوری توجکستان در جستجوی رسمی قرار داشت دستگیر کرده شد یادرست می نماییم که گمان برشونده از زلفی عربی و با کردارهای مردم فریبانه خود بجبر جبر دیدگان 8 میلیون و 430 سامانی جدی مولی رسونده است گفته می شود در اطلاع نشر شده در صحیفه رئاست کفتکوف جنویتی در فیسبوک این نهاد با نشر عکس و خبر بزداشت این زن اشارونده خواسته است که اگر در مورد کردارهای جنایتی مردم فریبونه گمون شده ربی و زلفیه معلومات دارند و یا ضرر مالی دیدن میتوانند بر های زیرین 992 سی 227 ده 07 و یا 992 880 45 12, 12 برای و جنویتی وزارت کارای داخله توجکستان مراجعت کنند قلابی و مردم فریبی از جنویت های از همه رویش در توجکستان به شمار میرود وزارت کارای دخلی تقریبا هر روز از بازداشت افراد متهم به قلوبی خبر می دهند مقامات عربستان سعودی می گویند در مراسم حج امسال نزدیک به 2.5 میلیون زائر مناسک حج فرضی را ادا خواهند نمود بر اساس که مقامات سعودی ارائه کردند حدود 1.5 میلیون زائر از 160 کشور جهان به مقصد ادای مناسک حج وارد خاک عربستان سعودی گردیدند و نزدیک یک میلیون دیگر از زائران محلی نیز امسال برای ادای حج به مکه و مدینه آمدند یک مقامدار وزارت حج و عمره عربستان سعودی به خبرگزاری فرانس گفته است که امسال شاید بزرگترین شماره زائران در تاریخ خواهیم شد زیرا شماره زائران از مرز دونی میلیون نفر خواهد گذشت روز 25 میلیون علکه شماره از زویران مراسم تواف را در گرد خانه کعبه انجام دادند مراسم حج امسال زمان اوغوز یافت که گرمی هوا در شهر مکه به 45 درجه رسیده است و گفته مسئولان وزارت حج و عمره عربستان سعودی امسال برای پیشگیری از هر گونه فلوکت تدبیرهای شدید امنیتی گرفته شده است و این تدابیر جدی امنیتی تا آخر مراسم یج حکم و خواهد بود تا زایران بدون یگان خطر و دشواری عبادت خود را انجام دیند مسئولان سعودی به الجزیره گفتند که برای کمک به زایران بیش از ۳۲ هزار کارمند را تنها در سوهای تندرستی و یوری تاجیری جلب نمودند همچنین افراد زیادی را برای با صورت مجانی تقسیم کردن آب نوشاکی به زایران سفر برنمودند از دیگر ویژگی های حج امساله باشد آن است که مقامات سعودی استفاده از هوش معصونی سکوتر و اتوبوس های برقی را نیز اجازه دادند تا زایران برای راهنمایی контроли ҳолати саломатӣ ва ҳамлу нақл кӯмак кунанд солҳои гузашта дар ҷарёни адои маносики ҳҷ чандин рӯйдоди маргборӣ ба вуқуъ пайваста буд аз ҷумла дар соли 2015 наздики 2300 зоир зери по монда ҷон бохта буданд аз тарафи дигар пас аз бемории коронавирус ё covid-19 имсол бори аввал ҳама гуна монеаҳои марбут ба ин беморӣ дар саудӣ از بین برداشته شده است در سال 2020 در اوج خروج بیماری کووید 19 حکومت عربستان سعودی به خاطر پیشگیری از پنج شدن این ویروس فقط 10000 نفر را اجازه داده بود تا مناسک حج را اجرا کنند در سال 2022 باشد تا 59000 نفر اجازه انجام مناسک حج را دریافت کردند هزاران زائران از تاجیکستان در سال برای اجرای ادای مناسک حج فرزی و حج عمره به عربستان سعودی میروند در ماه مای کمیته دین گفته بود که امسال حکومت پادشاهی عربستان سعودی برای زائران از توجکستان برای ادای حج فرضی 7000 کوتا جدا کرده است و نرخ سفر حج 59000 سامان برابر به 5400 دلار برابر بوده است گفته می شود که گسیل زائران از توجکستان از سانه دوم تا 20 ایون از فرودگاه های شهرهای دوشنبه و خوجند به نقشه گرفته شده است اول تو به حال کمیته دین در سومونه خود چیزی از گوسل زایران نشر نکرده است چند روز پیش رسانه ها خبر دادند که گروه از زایران در نزد کمیته دین گرد جمع اومده از سردوشت سفر خود پرسیدند اونا گفتند با اون که پول هج رو سپوریدند ولی تا حال نمیتوانند آزم سعودی شوند مسئولان کمیته دین در شهر این وضعیت گفتند که مشکل در انتخاب زایران باید به یک شرکت هواپیمایی سعودی است که در برابر سومون ایر مسئولیت بردن زایران توجک را به عهده گرفته بود تماشابینان عزیز یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار توجکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید برنامه را ادامه میدهیم паҳлавони ҷавони тоҷик абубакр шеров рӯзи 24 июни соли 2023 дар мусобиқаи байналмилалии гӯштини дудо рашан ҷодо тур 42023 медали тилло ба даст овард сомонаи расмии федератсияи ҷудои тоҷикистон хабар дод ки абубакр шеров дар вазни 73 кг то расидан ба финал даниил тошев москва шамил умаев тюмен магжан الجان اف قزاقستان بیان خریل سانا تومین شامل زلفقورف از تومین رو مغلوب کرد در فینال دمیتری کارپوخین از وردلوفسک رو شکست دودا جوی اول رو سازو بور شد در وزن 66 کلگرام سورو بوخیف پس از دو پیروزی بر میخیل نیلیوبین چلیابینسک و الدیار ارشوف قزاقستان در چورک فینال از ایوان چرنیخ، سانک پیتربورگ و در قوه وزیموی بخش از ورزشگر آرمانیستون، اگیازار کارپاتیان مغلوب شد. حق دوت گولوف باشد در دور اول از کیم ایرپیتیان سویردلوفسک شکست خورد. در مسابقه راشن جدو تورچلیا بزگدو از ارو ورزشگر از اوزربایجان، از قرغزستان، امارات متحده عرب، بلاروس، سربیا، یونان، اسرائیل، ملدو و جزیره های کمور و سودان ширкат карданд ғолибону ҷоизадорон дар баробари медал бо ҷоизапулӣ қадрдонӣ мешаванд фонди умумии ҷоизаҳо 7с мллин рублро ташкил медиҳад абубакр шеров моҳи августи соли 2022 дар шаҳри акатуи қазоқистон ҷоми кушоди осиё ба хотири турар жолдебоев соҳиби медали нуқра шуда буд ӯ он вақт дар вазни 66 кг ҳунарнамоӣ мекард با شعبه وزارت کارای داخلی در نویه یوون با عریضه از این چلک ساله ساکن نویه مسکور مراجعت نموده است که 24 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 15 و 30 دقیقه دو نفر شخصان نومالوم نیق و پوش به منزل استقامتی در اومده با استفاده از کارد او را تعدید کشته نموده دست و پوش را بارسمان بسته از جزدان ورزشی 50 هزار سامانی را گرفته از جای عدیسه غیب زدند هنگام گزرانده چهاره بینیو اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جنایت مذکور خود مروجت کننده با مسئلت پیشکی با دختر نو بالغش سختکاری نمودند اوید به این او حادثه تفتیشات ادامه دارد ضمن گذرانیدن چورهبینیهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که مرد 46 ساله ساکن شهر اسفره 24 ایون سال 2023 در کوچه عینی ای شار مذکور با مرد 37 ساله ساکن همین شهر جنگ و جنجال کرده با کرد خوجگی در دستش بوده یک مرتبه به قفص سینه اش است در نتیجه جبر دیده جرات وزن جسمونی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است او بین حادثه شد. ادامه دارد به شوبه وزارت کارای داخله در نوای خراسان عریضه زن 59 ساله ساکن نوای مذکور وارد گردید است که شب 18 به 19 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه шахсони номаълум ба тариқи пинҳонӣ аз заминҳои чарогои ҷамъоати дивоти фахробод яксар чорвои калони чохдорро дуздида аҷҷои ҳодиса ғайб заданд зарари расониршуда даҳ ҳазор сомониро ташкил медиҳад дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷуниби кормандони милитсия марди сичорсолаи сокини ноҳияи рудакӣ бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад ба шуъбаи вазорати корҳои дохилаи ду дар ноҳияи сино аризаи зани сдсолаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст ки 2ши июни соли 22д марди сшсолаи сокини ноҳияи рудакӣ бо рои фиреб ба бовариаш даромада аз ӯ автомашинаи тамғаи лексусро ба маблағи садҳазор сомонӣ нархгузорӣ карда гирифта панҷо ҳазор сомониашро дода боқимонда паҷҳазор сомониро تا حال بر است این چونین در نتیجه گزاروندن چوربینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کرماندان میلیسیا معاین کرده شد که مرد 28 ساله ساکن شهر اسفره 18 آگوست سال 2022 با روی فریب به با باوری مرد 52 ساله ساکن شهر مسکور در آمده از او به مولت دلار مو امریکایی گرفته تا مبلغش رو بر نگردانیده است اوید به این حادثه پرونده جناتی ماده 247 قسم چهارم کودکس جنایت جمهوری توجکستان اوغوز کرده شده تفتیش شد ادامه دارد مرکز مطبوعات وزارت کارای داخلی توجکستان در باره بوز دو صدمه مرگاور خبر داد که اردو دو صبح بر وقت 24 ایون سال 2023 رخ دادند یکی در نوروباد و یکی دیگر در قبادیان بنا به اطلاع وزارت کارای داخلی صبح بر وقت 24 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 9:53 دقیقه ронандаи мошини тамғаи спринтер мерседес бенс таҳти идораи алиев саймуҳиддин соли таваллудаш ҳазору нусаду ҳаштоду як сокини ноҳияи лахш ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри душанбе ба самти ноҳияи рашт дар ҳудуди деҳаи ҳакимии ноҳияи нуробод аз зудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба канори чапи роҳ ба чуқури ҳафт метр чапа шудааст дар натиҷа ронанда алиев дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст мусофири дохили мошин алиев شم شد سال تولدش 1999 ساکن نویه لخش جرات جسمانی برداشته در بیمارخانه بیستری کردید است همچنین صبح 24 یون سال 2023 تخمینا ساعت های 9:55 دقیقه روننده ماشین تمغه اپل یولدوشف محمد عمر سال تولدش 2002 ساکن نویه قبادیان هنگام حرکت در حدود دهه قزل نشون امین نویه از اوده اداره وسته نقلیات نبر اومده دوچرخران جورایف олимҷон соли тавлудаш ҳнн сокини ноҳияи мазкурро пахш намудааст дар натиҷа ҷураев олимҷон дар беморхона ба ҳалокат расидааст оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад роҳҳои тоҷикистон аз лиҳози садамаҳо пурхатар ба шумор мераванд танҳо дар моҳи майи соли ҷорӣ бино ба ҳисобҳо бар асари садамаҳо дар роҳҳои ҷумҳурӣ то чил нафар ба ҳалокат расиданд тамошобинони азизу гиромӣ инбур ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед cw бо cоm хуш бошед